گریزه ها چیگونه فیلم رو تیار کردند؟ البته جالب است که درباره فیلم گریزه ها و قهرمان های فیلم ما و شما معلومات داشته باشیم. نخستین در صحیفه سینمای تاجیک ژانر کمدی و بایویک از جانب کارگردانی جوان اکمل جمایف پیشنهاد کرده شد. فیلم نامه در موضوع گوناگون قصه میکند و جوانان و نورسان را به سوی خودشناسی و خودآگاهی هدایت میکند. و عموماً فیلم انعکاس کننده دنیای رنگین می باشد. در فیلم هنرمندان شناخته نقش آفری کردند و بهترین صحنه ها سپیس افکت ها برای جالب شدن فیلم استفاده شده است که مانند به فیلم های گالیوود. فیلم دارای بهترین صفت زمانوی در فرمت چورکه روی نوار آمده است و در یک چورچوبه معین به ترتیب در آمده است. اگر چشم به سوی سینمای تاجیک نظر کنیم، میبینیم که روز تا روز پیش رفته ایستاده است. بسیارتر در سالهای اخیر از طرف جوانان صاحب استعداد فیلم های گوناگون ژانر روی نوار آمده است. در میدان صنعت سینمای تاجیک دلیران نو پیدا شدند. یکی از این دلیرها اکمل جمایف میباشد که حیات و فعالیت خود را به صنعت بخشیده است. همه روز از پای ایجادهای نو به نو میباشد. ششمی مارتی سال 2013 کاستینگی فیلم گریزه ها اعلان کرده شد. در کاستینگ خواهشمندان زیاد تشریف آورده بودند. اصلا این گونه مکتب های ایجادی با کارگردان امکانیت می دهد که با چهره های دلخواهش وخورد. البته می توان گفت چون این مکتب های ایجادی با ما امکان می آورد تا با نتیجه های دلخواه برسیم. از طرف دیگر پیدایشی و پدیده های نو رو با بار خواهد آورد. در کاستینگ اکمل جمایف ما رو گفت که همچون آموزگار همچون معلم استادان از نظر گذران من رو سگم از نظر گذراندم. بعد به من پسند آمد، البته زیاد بودند هنرمند ها از دانشگاه دولتی صنعت تاجیک بودند و از دیپلم دار، بی دیپلم، خواندگی و ناخوانده بسیار بودند. بعد راستی که من به من بیاد پسند آمد هوشیار بگیم به خلی روسا شوستریاک یک دختر به ما در کسی که ما بوری شد من در رو گفتی و به خلی یا تایی چشک کرده در رو گرفتم گفتم آره به ما در این فیلمی ما این دختر به کار می رود میرانگیزی عبیدالله‌زاده. البته میرانگیزی عبیدالله‌زاده بین یه دختری چست و چلاک و هوشیار خوش چخچخ خوش سخن. بعد راستی که باید دختری دیگر رو انتخاب کردم لولا. هر دو در فیلم نقش آفریدن بهترین نقش هم آفریدن و طلبا جوابگو بودن ما هم رو من انتخاب کردم در کاستینگ. و راستی که برای بندیت ها و برای دشمن ها اکمل جمایف و علیشه روشنف انتخاب کردند. در کاستینگ بسیارتر جوانان جلب شده بودند. اکثری آنها از ناحیه دوردست تاجیکستان تشریف آمده با یک شور و ذوق و بلند هنرنمایی کردند. وقتی که فهمیدم کاستینگ فیلم گریزه ها در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد، من از ناحیه دنقره به شهر دوشنبه آمدم چون که از خودی آرزوی اکتریس شدن رو داشتم. وقتی که در کاستینگ اشتراک کردم راستیگب از خود باوری نداشتم چون که در آنجا جوانهای لیاقتمند بسیار بودن و خوشبختانه در این کاستینگ مرا انتخاب کردم. Я давно снималась в клипах, и, если честно, я очень мечтала сняться в каком-нибудь фильме. Узнав о кастинге, что Акмал Джумаев снимает фильм, я пошла на этот кастинг, и с успехом я его прошла. Ваше имя не бузург, а того, но я хочу. Во интихом и хуни мару, а с душманом нам хватит его.
هستم شما هم به طرف ما قدم بند کردید من این خواهست رو برای شما آوردم در برای همون زنه که کشته شده من کشتم بگردم نگیرم در رفتی کاستینگ اون چیزی که از طرفی اعضای حکمان به اشتراک کنندگان پیشنهاد شده بود از جانب اشتراک کنندگان خوب پذیرفته کاستینگ در یک چارچوبه معین گذشت. یعنی گفتی چه؟ وقتی که من در خارجه بودم با توسط سایت فهمیدم که اکمل جمعیف فیلمی گریزه ها رو کاستینگ کرده اعلان کرده است و من بیشتر میخواستم که در یکان فیلم در یکان نقش بازی کنم و هنری خودم رو نشان دهم و چنان هم شد من همون کاستینگ اکمل جمعیف وقتی که آغاز شد من از خارجه اومدم رفتم در همون کاستینگ اشتراک کردم وقتی که پیش از اشتراک کردن در بیرون می دیدم که بسیار هنرمندا از همه امو نویه ها اومدگیان جمع شدگیان همه هنرهای خشونه سیقل دادیسن نشان دادیسن و من در دلم می گفتم که این قدر هنرمندا در اینجا جمع شدگیان با من جو می رسیده باشد یا که نه خیلی آدم که میگن چی ارزوی داشته باشد باید ارزویش جمعه عمل باشد هر آدم باید دل افتاده نشود که یا که در کاستینگ راه نگرفت یا که گفتن که تو نشدی با سال دیگه خیلی یکان روز دیگه بیا با یکان کنیای دیگه بعد این قدر هنرمند ها جمع شدن خیلی همه در آمدن وقتی که نوبتی ما رسید اکه باید من می در آمدم که یکی گفتن عبید همه دوباران با عبید رفتن رو با دبرو موندیم خیلی با توقت کردیم با خیلی یکی بودن که عبید آمدن عبید اومدن اکه نو نوبت ما نو می درام گفتم که یک یه بچه دیگه با ای پیش ما درامد خیلی با نوبت ما با دلوبت ایستادیم خیلی وای که برامد با دعوت کردن با درامدم یکی دوارو ما را دیدن حیران شدن بسیارتر اکمل جمعیف که من با اکمل جمعیف بسیار همکاری میکردیم پیش با هم نزدیک بودیم بعد وقتی که من خارج رفتم که چند خط دیگه ما همکاری نکردیم همین خط دیگه چیشتیم من را دید حیران شد بعد گفتن که خیلی کنی تو چی هنر داری کنی هنر تنشان تا خیلی من را میدونستن که من در بسیار کلیپ ها بازی کردگی هم اکه در کینو من را یکان کس دیدگی نبود وقتی که با من نقشی فیلمی در ارزوی پدر یک پرچه با من گفتن که همون نقش رو بازی کن همون نقشه که مهربان بازی میکرد میگفت که دادا جانا کما ندیدید من همون صحنه را بازی کردم کم تر اتیود بود همون را بازی کردم خب با دوباره مخور شد دادا جانا کما ندیدید کو نه اگر من نمیکردم تو همین کار نمیشید شخصا من در بسیار کاستینگ ها اشتراک کرده بودم و با من کارهای کارگردان ها اونقدر پسند نبود برای که یکان اتیود یا که یکان صحنه چه میدادن میگفتن انمی صحنه را بازی کن من هم صحنه را بازی میکردم با اونها پسند میومد بعد میگفتن که میخوای که در همین فیلم نقش آفری من میگفتم بله من برای همین اومدم که هنری خودم رو بسنجم بعد با من میگفتن که انمی قدر مبلغ میدیو ما با تو نقش میدیم بعد من میگفتم ای برادر اخو من این قدر پول ندارم بعد میگفتن که او پول نداری کجا اومدی میگفتم اخو همو هنری که ما سنجدنی اومدیم بعد میگفتن که اگر نه ایجا جایی تو نیست بعد همون سر من خم همون ستودیا میبرومدیم میرفتیم انا من برای همین گفت چی گفتنی هم که گفتنی هم اگر همین کارگردان ها وقتی که کاستینگ گفته اعلان میکنن از اشتراکچیان کاستینگ مبلغ طلب نکنن انا من قدر چیزا میخوام با کارگردان ها بیرسونم احمد رو با من گرم کن ما همین دوربین رو بطر بگیرم تو گفتنی با همین دوربین از اول من رو میگیری من با این دوربین در کاستینگ فیلم گریزه ها هنرمندان شناخته نیست اشتراک کردند و اون چیزی که از طرف اعضای حکمان به اشتراک کنندگان هوسکاران پیشنهاد کرده شده بود با هنرمندان هم چنین پیشنهاد بود
میتوانم گویم که اشتراک‌کنندگان عالی بودند. حتی با من امکانیت آورد که با چهره‌های نو بخورم و هم خیلی کار را مسهل کرد. هنگامی نوشتن سناریو من با مشکلات های زیاد روبرو شدم. برای همه مشکلات ها رو پسی سر کردن با من لازم اومد که علیشیر رفشانوف رو دعوت کنم. ما در یک جایگی سناریو رو در یک چند مدت به اتمام رسانیدیم. با مشاور حسن علاویدین پیشنهاد کردم. هم خیل سناریو با پورگی آماده شد. بعضی همکسبانم اون سناریو رو خونده میگفتند که دوامنوکیش بسیار است. من هر یک ابراز قهرمان های فیلمم رو با پورگی جای نمودم که با دل تماشابینان نزدیک باشند و تماشابینان تا انجام فیلم چشمشان رو از قهرمان نکنند. خیلی بهتر بگو سنگا میخریم اونی؟ من خریده نمیتونم. دست اول درباره سناریو بگوییم. روستگاه برادر من اکمل جمعیف اومد گفت که من همین فیلم رو هجاش رو در گردن تو میسپرم. من قبول کردم. خب گفتم بعد سناریو رو روستگاه خوندم. به نهایت به من پسند اومد و خرسندم شدم که ما هنرمندا با این خیلی هنرمندایی که در این فیلم بودن یک جای بازی کردیم، یک دیگری مون یاردم کردیم. مسئله هج بودم، من یاردم میکردم. مسئله که رولی باندیتو میگیم، رولی باندیتو دا اکمل جمعیف و علیشیر روشانوف یک جویا بیشتر سه نفری ما. البته مانبرمون اکا اکمل جمعیف با ما فرمان میدادن، ما با همراهی وای کار کرده همین فیلم رو بنابار گرفتیم. وقتی که من با سناریو شناس شدم در آنجا دو دو پروپر بسیار بود و من از خود باوری کامل داشتم که من از عهده این نقش میبرایم. الهام مرادوف یکی از مشهورترین آهنگساز و سراینده تاجیک میباشد که برای تنظیم موسیقی های در فیلم استفاده برده شده سهم به اندازه خود را گذاشته است. از موقع و مندریجه فیلمی مذکور آگاهی پیدا نموده برای موسیقی های فیلم از ایجادی و مهارت خود برای صحنه های فیلم موسیقی های آفرید که با مضمون و مندریجه فیلم علاقه زیچ داشت. برای الهام مشکلی روز تا روز زیاد شد، زیرا برای آفریدن یک فیلمی کلان زحمت و تلاش و فکرانی وسیله لازم بود تا که در هر یک صحنه های فیلم موسیقی های با موضوع مطابق لازم می اومد. با الهام از دوران خوردی دوست بودیم و در ایجادیات همدیگر کمک می رسانیدیم و همدیگر رو در همه موارد نوابسته از هنر خیش دستگیری می نمودیم. باید دوما سکمال جمعیف یک روز ما در زن زد گفت که ما سناریو نویسته سم سناریوی فیلمی ناو در برای می خواهیم که ژانرش کمدینی بایویک باشد. نکه گپ راستش بسیار سناری اینترسنی کمدینی بایویک. بعد چی ایده و چی خلاصه‌ای که من داشتم فکر و عقیده ما همشه گفتم با تلفن و گپ زدیم. بعد گفت یار روز خونه بیای پیش گپ زدیم. با یک روز دراز ما شب تا سحر فقط سناری هم مصلحت کرده گپ زدیم. بعد ایوه خیستم اومدم ای بای نمیدونم یکان ماه گذاشت بهار بود تیرمه ها در اکمال زن زد سیناریو چند کس کار کرد من همه دارم چند کس های دومشید. بعد اکمال یه رو زن زد من گفت که سیناریو تیور های تر رو در گرفتیم. من گفتم خیلی مایلی سیناریو شرمون کرد سیناریو گرفتم خوندم. در رول ما یک عجیب در حقیقت هم در یک مافیایی که چهار تا شاگیر دارد. یک شاگیر داشت با شاگیر دارد بین یک شاگیر دویم گوشنه، یک شاگیر ترسونچک، یک شاگیر ای دستش هیچ نمی بیاد، یک شاگرد دیگه نارکمان. همه همیوم ای یک مافیا. انا یک آدم دیگه خطیشون پنجم سمی مالینکی سمی اونی ای همه مایده ای همه باقل. این همه آدم هم برولاشه باید من بوزیش میکردم.
خیلی او قدر بد نشد سناریو خوندم بسیار به من پسند اومد ای ساره بسیم کتی اولا کتی Получив роль, мне я прочла свой сценарий. В этом фильме я играю плохую девочку, которая гонится только за деньгами, за богатством. Для нее любовь — это ничто. Мне было трудно сыграть в этом фильме, но мне было трудновато войти в эту роль отрицательной девушки, потому что я по жизни совершенно не такой человек. Но стараясь, чтобы сыграть эту отрицательную роль этой девушки, мне было трудновато. Но мне каждый раз придавал уверенности и помогал Акмал Джумаев. Каждый раз, когда я, как сказать, падала духом, что у меня не получается, он всегда меня поддерживал, он мне помогал, он мне наставлял на этот путь, что каждый человек в жизни должен что-то, через что-то, как сказать, переступить. Придавая мне эту уверенность, я спокойно смогла сыграть роль плохой девочки. کجا رفتن یا هیچ جا گم نمیشم من اینم اینجا آدم بکاوه بکاوه کس در بکاوه تو چی زدی اینجا من چی دادم تز بدم نمیشم بیا کس بازی کنی نمیفهم رفتم یک بیا هری برو سی رفتم هری اخیر تر ما چکا کنی اکما ای بچو بیا خواه چکا کنی مکه اکما تز روشن نگیریم بعد بولو دا رفتم یکم کینو فیلم به سرپرست نمیشود یکم این کینو هست که به سرپرست ما بنابار گرفتیم همی هر چیه که کرد اکمل جمعیف از جایب خودش کرد راستی که اکمل جمعیف با تمام شرکت های مبیلی مکتوب هم نویست از سنگ صدا شد و از آنها نه خیلی راستی که هر چیه که میکردیم جاش میامد که اکمل جمعیف هم به مبلغ میموند ما از جایبه که خود یک گفتی روسو یا سبیزه میکردیم جمع میکردیم یکم سمک یا که راپولی میکردیم یکم پیرشکی خریده میخوردیم اکمل جمعیف قطعی اوژه 3 سال 4 سال شد که ما شناسیم همدیگری را بسیار نغز میشناسیم اکمل جمعیف بسیار فکروش مده محبوله فکروی نغز میکنند بعد چه خیلی که امی سخانو وقتی میشن یک گودم قطعی گب میزنی پول سلو و نیمی گب تو را میفهمد اوژه میدونی که فهمیشوی هر دادی یک خیلی بسیار پریاد نشتا گب زدن ایدیوی فکروی که پیشنهاد میکنند فکروی که کار میشیدگی در حقیقت کار میدودگی و فکر و عقیدهایی که تو میتی و هم دعوی توغری میوید بعد از همین جهت بسیار کاریمو دور در روز رفته ایستاده است Ya şamel. Hayır. 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 Hayır.
خواهی شما کلی خطونا میدونی عیدی میکنی میشه چی؟ سنایپر همینیم سنایپر آنه 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 نومش چیه؟ سه بچه‌ها با اکمل جمعیف مدتی زیاد است که آشنا هستیم دوست هستیم خلاصا وقتی با هم صحبت شدیم اوید فیلمی گریزه‌ها با هم صحبت کردیم وقتی سیناریو فیلم رو خواندیم یک چند ایده ها یک چند فکرهای نو به نظر آمد که ما اونها رو در رفت فیلم استفاده بردیم خلاصه وقتی ثبت فیلم رو شروع کردیم باز در آنجا هنرمندان زیاد یعنی هنرمندانی که در فیلم نقش بازیدن دوست مراد شریفوف علی شیر روشانوف بازگوری عربشا یعنی سعدی و دیگر ها بودن که ما با هم دیگر صحبت میکردیم خلاصه همون روز فیلم رو ثبت میکردیم بله همه خیل نوارگیری فیلم را آغاز نمودند و کارگردان با مشکلات های زیاد روبرو شده مبارزه می برد برای به هدف خش رسیدند خیلی نوارگیری فیلم سر شد رفتم قطعی بچه ها شناس شدیم در این فیلم یکم بار و خیالم ها یکم بار بود با علی جان در این فیلم شناس شدیم بسیار بچه های نقزد رول دم خوش رو بازی کردگی در رول کوچکر بازی کرد بسیار صحنه های عجیب در بازی کردگی هست من دوست مراد خطی خیلی دویون فیلم های عموماً اکمل جمعیف فیلم هایی که به نوار میگیرد سیناریه هاش چکه به من پیسند نکیم پشتو کار میکنیم چی خیلی که ویا میسوزیم گپ هراسش رو که شرایط هایی نیست که در خارجه جوابگو فیلم همو سخته تونیم ای تاجیکستان یعنی بیرون انا کن هازی شده است خیلی شکری خدا که هازی شده است همه شرایط ها پیدا شده است گیریم بداو اگر به این فیلم نظر کنیم میبینیم که کارگردان تمام نیروی قوای خش رو صرف کرده است فیلمی که برای جامعه سالم منفیت آور است آفریدنش آسان نیست برای از طرف اعضای حکمان و تماشابینان بهای خوب گرفتن میباید فیلم سازان جوان کوشش تلاش نمایند تا فیلمشان رقابت پذیر باشد اصلا پیرا بگیر خودت بگیر رفته هر یک مشکلی در وقت نوارگیری فیلم با من روبرو می شود چشمم رو می پوشیدم با آینده نیک می نگریستم گفتی اکمل در نقش بسیار همین بازی کردن این مشکلی خودش دارد وقتی همین بچه ها بسیار که همین اومدن باید همه جمع شود اکتیور، اکتریسا، رژیسیور، دیگر همه باید باشد وقتی نگاه کنید سیومشین گروپ همه جمع شد یک اکتریس اگر نبیاد همون صحنه گرفته نمیشد نچه چی میشود این خودم اومدگیش بهبوده کمبودیش میشد که همه جمع میشدیم برای یک کس اومشد که همه تقسیم میشدیم میرفتیم در باره زبان باشد در باره
زبانی فیلمی ما باشد. ما راستی گفت فیلممون را با زبانی لهجوی بنوار گرفتیم. ما میتوانیستیم که با زبانی مادری، با زبانی ادبی گپ زنیم و این فیلم ما را وادار میکرد که ما بیشتر با زبانی لهجوی گپ زنیم. طلبات فیلم همین بود و هنرمندانی هستند که ما را میگفتیم که با زبانی ادبی گپ زنند یا با زبانی مادری گپ زنند. راستی گفت کمکک وقتی که آدم با زبان مادری گپ میزند، با زبان ادبی گپ میزند، خوشش با زبانش میشود و بازی را فراموش میکند. ما برای همین هر کس را گفتیم که با زبان لهجوی گپ زنند. محرمت با زبان لهجوی فیلم بنابرای گرفته شده است. زبنی میدو میدو ما میخونم آخی نو مخونن نیست برو تماشا میکنی برو تیاری سناریه کنو باید اینجا دو با ما بگیم سمراد و کلاوری کخی جمعیه یک دو سه شبنام ای چی گوی بشیر برید از اینجا بیا در یاد دوم هست یه وقت دیگه در جه همی زربزنی یکی بچه ها یکی از همی اکتیورو هم بولو یا همون دود برو یک میمید از زمین بزنم دیگه سیوم کم مونده و یا بگید بلین سبر سکوری بردیم با دو جلده بناوی سکیره و ورچی و ایزاده خیلی کش و کش بسیار شد. از همین سبب قریب یک ماه بود که نوارگیری فیلم من شده بود و بعد یک ماه با دوام دادیم در بین بسیار خیلی مشکل شد. میگوید کارگردان اکمل جمعیف آفریدن فیلم دشوار است اما تماشا کردن و به هو دادن آسان است. نه هر کس میتواند با این قدر مشکلی طاقت کند. خلاصا فیلم بهترین فیلم است به نظر من. خب ژانرهای زیاد رو در بر میگیرد. یکی از ژانرهایی که ما در فیلم تاجیک استفاده بودیم به فکر من باری اول است، یعنی که ژانر بایویک رو ما در این فیلم استفاده بودیم. ژانر بایویک، ژانر مسخره یعنی کمدی استفاده برده شده است و یکی از ژانرهای شناخته ترین محبوب ترین این ژانر ملودرام است که در این فیلم سه ژانر استفاده برده شده است و فکر میکنم که البته پسند همه شما میافتد. این ژانری که اکمل جمعیف به ما پیشنهاد کرد در تاجیکستان ژانری اول است، یکم بار است که به تاجیکستان این ژانر رو ما کمدی بایویک و کمی عاشقی رو آمیخته کردیم در این فیلممون، در این کینایمون. و راستی گپ اینجا در ابرار جان از استودیو استقلال به ما کمک میکردن. В жизни реально есть такие девочки, которые бегают только за деньгами, за богатством. Но, посмотрев этот фильм, вы должны понять, что бегая за богатством, за деньгами, вы упускаете свою любовь, свое счастье. И в конце концов вы остаетесь одни. Лучше бы приглянитесь, когда вам говорят «люблю» от чистого сердца. Не надо смотреть никогда на деньги, на богатство. با اکمال جمعیف هنگام نوارگیری فیلم انتظاری شناس شدیم. دیرتا فهمیدم که همچون کارگردان ماهیر نه تنها فیلم بردارد بلکه کلیپ و کنسرت ها نیساب می نماید. اکمال جمعیف همچون کارگردان نقش‌آفرینی مرا اهمیت داده بود. از این لحاظ مرا به فیلم گریزه ها تکلیف کرد. باور نمیکنید. همیشه آرزو میکردم که باره در یکان فیلم نقش شف رو آفرم. وقتی اکمال جمعیف با من در این فیلم نقش شف رو پیشنهاد کرد، راستی پیش خودم قول دادم که باید در این نقش تمامی مهارتم رو نشون دیم. چی گونه بازی کردم اینش با قضاوت تماشابینان پس از برآمدن فیلم معلوم میگردد. صحنه بسیار با من معقول از این فیلم این صحنه بود که کورامو جزیر میکنه میگردیم میبینیم و شف منفیرون میکنه وقتی ما را جنگ میکنه و خیال میکنیم که گب ما در تحصیل نداره و گب ما در بگیم که وابشه اون ما کسات صحنه میکنه و دیگر رو در گفتیسه هر چیزی اون میگه ما گشته طرفی بایو گفتیسه مگنه بعد میگردیم بگو میکنیم که در حقیقت ما در گفتیسه. Thank you.
زاده خورد در فیلم واسه استفاده برده شده است. کارگردان با کمک کاسکادیوران توانست این گونه صحنه ها را خوب براه مانندند که هنگامی تماشا دلپسند می باشد. وقتی که زده خوردی فیلم رو بنوار میگرفتیم اکمل جمعه با ما داد زده میگفت که گفتی روسا ریالی بزنین ریالی بزنین گفتم با ما داد میزد وقتی که بنوار میگیرید در اون وقت گفتی که جای عقیبگردی نیست جاش میومد که در حقیقت میزدیم یک دیگر رو زده خوردی حقانی میکردیم جاش میومد که کمکک دروغ میزدیم نشد نشد گفت اکمل جمعه با چی میکرد ما رو اثری نه بنابار میگیریم گفته داد میزد هنگامی زد و خورد نگاه جنگ حرکت های نازک و چست و چلوکی رو از اکتیور طلب میکند. در این گونه صحنه ها اکتیور نباید اشتباه کند بلکه احتیاط نماید. فقط به ما داد زده میگفت که بیا همین کارهای تاجیکی مون هم نیم یک بار ما به مثل خارجی ها به مثل گلیوود و بالیوود و ترکیه و هندوستانی ها فیلم بگیریم رنگ کینوی تاجیکی نشود در دیگر کینوی تاجیکی مونند نباشد گفته همین گپش بود و همین که از دیگر کینوها فرق کند تا چرخ که تو نیستیم چنین قوتمون اون فیلم را برنامه بگیریم یک دو سه Dedeçko bir ya da iş kalsın aybisi bize abi. İş ama dar olan iş kalsın bize ama aybisi tutmadım. در برای زد و خورداش چی؟ زد و خورداش بسیارش ایروستی بود زد و خوردار پسنوفکاش اکرابت یک بچه اومده بود و نشان داده بود و بعد دوست مرادم بسیار پسنوفکای ناز نشان داد ما چی اکمال پریدومت کردیم نکیم ارگینال نومد از جدی که پسنوفکا را باید اکتیور میکرد اکتیور نبود که اجرا کند یعنی که پروفیسیونال ما خودمون اجرا کردیم از این جهت بسیار زخمی شدیم باید اما سردوف که وقتی سیومکای کینو می رفتم می اومدم بعد از وای زری مشق می رفتم وقتی تای تنه می کردم بچه می پرزن که تو را کی می زند دقت تو چیگونو کدرگی می گفتم در کینو بازی زبون چی خیلی کینو های تمود پرسین یک سختن زمان می گردم از طرف دیگر اینیکاس کننده زد و خورد این کارگردان می باشد. کارگردان اکمل جمعیف با یک اصول نگاه نو زد و خورد رو با طور زمانوی و طلبات امروزه توانست نشان دهد. در یک صحنه فیلم من با علیشه رفشانف جنگیدیم. با
برای تماشابینان با جنگ باور کنند و خلاصه آمدیم که ضربه‌زنی همون طبیعی براید، نه اینکه ساخته. ما ورید ابراز شده مثل سگ به هم درفتیدیم. بعدی زد و خورد تن یک دیگر همون زخمی شد و ما نتونستیم صحنه های نیمبعده فیلم رو به نوار گیریم. بعدی یک ماه ما باز نوارگیری رو شروع کردیم. اگر به نوارها دقت کنیم، عیان است که اکتوران با ابرازهای مشکل نگاه نکرده با یک شور و شوق بلند نقش آفری کردند. در این گونه صحنه ها میافتی، میلغجی، حتی زخمی هم میشوی. از این دل موندن شدن در کار نیست، فقط کوشش کردن در کار تا نقش رو خوب بازی. افکت‌های مخصوص با پورگی استفاده برده شده است. این هم کاری بس و نازک و زحمت طلب می باشد. چه خیلی که حمزه عظمی می گوید هنگام افکت‌های مخصوص رو استفاده بردن در فیلم باید با نواربردار، رسام، تهیه‌گر و کارگردان لازم است که پیش از نوار گرفتن از جای واقع دیدن کنند. چون که افکت‌های مخصوص باورناک باشد و در وقت تهیه کامپیوتری یگان مانع ایجاد نکنند. وقتی که من سناریو رو میخوندم در اونجا نویسنده بود که افکت های مخصوص اسپسیفیک میگن به زبان روسی. اما سوال میکردم که این رو چخل ما تاجیکا تیار کرده میتونیم اسپس افکت رو که افکت های مخصوص رو. اکمل میگفت که من این رو میخودم میکنم. بعد وقتی که بنوار گرفتیم فیلم رو، اکمل جمعیت یک قسمش رو خودش کرد، یک قسم دیگه رو در واسطه اینترنت در اوکراین منتاج کرده روی کردن سپسیفیک مونه. و یک قسم دیگر شد در تاجیکستان. Thank you.
اکمل جمعیف با مبلغی کلان حمزه گفتنی یک شخص در اینجا افکتوی مخصوص رو میتوانیست است رفته در همون افکتو رو کردم بعد من بعد از تماشا گفتم با میشود از تاجیکای ما هم میتوانم البته ما تاجیکا در دل من داشته باشیم همه کار رو میتوانیم ما تاجیکا افکتوی مخصوصی ما مثل فیلم های گالیوود استفاده برده تو نیستیم چون که در فیلم های گالیوود از فیلم دیده در افکت های مخصوص خرج زیاد می شود مثال اونها با کمتر با افکت مخصوص 2 میلیون دلار ایمه خراجات میکنند اما ما برای جنبستی فیلم گریزه ها 200 هزار سومانی مصرف کردیم اگر یگان کمبودی در افکت های مخصوصی ما مشاهدت کنید این از کمبغلی فیلمی گریزه ها
برای تروبای تست رو شکستن و وایرون کردن با اونها لازم اومد توسط شبکه اینترنت با خوریجا باندری ارمالینکو مراجعت کنند. بعدی گفتگوزار عکس های تروبه رو فریستاندن. بعد از یک چند مدت در شکل 3D که با برنامه های 3D Max و سینما 4D بود تست رو آماده کرده فریستاند. اکمال جمعیف برای افکتوی مخصوص با حمزه سمی مراجعت کرد. برای آماده ساختن افکتو شرطنامه بستند. با مدت 4 ماه با مشکلات های زیاد افکتوی مخصوص را آماده نمودند. برای افکتوی مخصوص در یک چارچوبه معین صورت گیرد لازم آمد که فیلم را با فرمت های چارکف با نوار گیرند و کامپیوتر های نوی زمانوی را استفاده برند و عموماً جوابگو به صفت های عمومی جهانی باشد. اون چیزی که دقت جلب کننده است این قهرمانی نشان دادن اکتریسه تاجیک مهرانگیز می باشد، زیرا این دخترک از آینده نیک رفشنی می دهد. شاید بعدی قهرمانی نشان دادن شماره این گونه اکتریسه ها زیاد شود. در وقت نوارگیری صحنه تت که ما باید با بلندترین جای این توربه تت می برامدیم، کارگردان اکمل جمعیف با من اجازت ندادند که من با اون بلندی برایم، چونکه اونجا خطرناک بود. در اول اکمل با همراه دوست مراد با این بلندی برامدن در اونجا نوارهای خود را گرفتن و با من گفتن که با کامپیوتر با افکت های مخصوص نقش های تو را تهیه میکنیم. روز دیگر به همونجا رفتیم، این صحنه را با توسط چرخبال با نوار میگرفتن. بعد با اکمل گفتم که من با این بلندی برامده میتوانم. اکمل گفت از خود باوری داری؟ من گفتم بله. وقتی که من با اون بلندی برامدم راستیگر همه به حیرت موند. راستی من باوری نداشتم که مهرانگیز بالای تتس برامده توند، چون که نواربردارم اون برهان سفروف ترسیده بود. خلاصه ثبت فیلم به انجام رسید، با ما بسیار شخصان کمک رسانیدند در وقتی به نوارگیری. یکی از بهترین نواربرداران برهان سفروف، یعنی بختوار سفروف، و دیگران با ما به نهایت کمک زیاد رسانیدند. از جمله اون حمزه سمی بهترین تنظیمگر که در گرافیک های این فیلم با اکمل جمعیف به نهایت کمک خیش را رسانید. من راستی گفت باوری نداشتم که در حدود تاجیکستان، یعنی که در همین خود جمهوری تاجیکستان، همین نمود گرافیک هایی که در فیلم استفاده برده شده است یعنی پیشکش گردد. من باری اول دیدم که این نمود حمزه سمی به نهایت مهارت خود رو، زحمت خود رو در همین فیلم صرف نمود.
نقشه پشکی فیلم باید دو روز رو در بر گیرد. اما هنگامی ثبت آن با ما دو سال لازم گردید. یاد دارم کارگردان اکمل جمعه با من گفت هی کوشش کنه لباس هایی که با آن صحنه ها ثبت میگردد دور نشود. دسمات که شوخ است بار شوخی‌آمیز گفت هی لباس ها در بدن زد کی خلاص میشوده باشه. حتی بعد از فیلم برداری با یک مخلص تحفه کرد همچون یادواری. نگفته نماند که همه آن نفرانی که در این فیلم زحمت کشیدند البته برای پیشرفت ساحه سینمای تاجیک، برای پیشرفت یعنی که جهان علم و ترقیات یعنی که تکنیکا، خود شما که بینید البته بهای خیش رو میدید. با اکمل جمعایف که کارگردان این فیلم گریزه ها بود پیش از همه بردباری ها خواهانه و در کارهای آیندهش بهترین موفقیت ها رو تمنا دارم. نگفته نماند که با همراه اکمل جمعایف ما یک چند نقشه های زیاد داریم در ساحه شو بیزنسی تاجیک، در ساحه سینما و همه اینها رو شما میتوانید در سامانه های اجتماعی یوتیوب یعنی که در خود کانال اکی ریکردز، اکی میدیا و اینچنین در کانال تاجیک میوزیک پرادکشن و کلیپ تی جی با بهترین صفات و این فیلم گریزه ها که با یکی از فرمت های بهترین چورکا بنوار گرفته شده است البته طریق چورکا پیشکش و منظوری همه شما میگردد و اون نفرانی که در مهاجرت هستند از حدود جمهوری یعنی که بیرون از جمهوری تاجیکستان هستند آزرده نباشید و پیشکش همه شما این فیلم رو با فرمت های اعلی صفات فول اچ دی و فرمت چورکا ما به شما حتما میرسونیم در همین سامانه های اجتماعی یوتیوب یعنی که در کانال های اکی ریکردز و تاجیک میوزیک پرادکشن البته خواهید دید. خیلی خلاصه جنبستی فیلم وقتی وجه بود چی در کینو تئاتر میمونیم همه کسا جمع میشیم با کلی اکتیورو یک جا شده تماشا میکنیم بعد ختم به هم گذاری میکنیم. پوشیده نیست که روز تا روز کینوی تاجیک رو به انکشاف دارد. از این لحاظ ما هنرمندان کوشش میکنیم که اثرهای نو به نو آفریده با طلبات جهانی معاصر جوابگو باشد و تماشابین تاجیک افتخار از کینوهای تاجیک کند. آرزو داشتم که در این خیلی کینو فیلم ها نقش بیافرم و به آرزویم رسیدم و باوری دارم که شما هم بعد از تماشای این فیلم خوشحال میشوید. باوری داریم که این فیلم مخلص های خودش رو میابد و خدای اون رو میگویم که در دل مخلص های ما این فیلم جا شود. البته در آینده باز کاستینگ تشکیل میکنم برای فیلم های نو. نصیب باشد این آخرین فیلمی من نیست. باز از قفای فیلم های نو که سناریوش رو نوشته استودن کوشش دارم که پیشکش شما گردانم و امیدوارم که فیلم گریزه ها به شما معقول خواهد شد.